بسم الله الرحمن الرحیم در آموزش راهنمای استخدام و جذب هیئت علمی در خدمت شما هستیم برای ارائه موضوعات مختلفی که در این خصوص لازم هست توضیح بدیم این دوره رو به سه فصل تقسیم بندی کردیم در فصل یکم به معرفی سامانه جذب اعضای هیئت علمی و نحوه ورود به سامانه میپردازیم و در فصل دوم مراحل جذب هیئت علمی و شرکت در فراخان رو از طریق سامانه جذب اعضای هیئت علمی خدمتتون توضیح میدیم و در فصل سوم هم جنبندی موضوعات و راهنمایی ادامه مسیر رو خدمتون خواهیم گفت من ساره شفیه هستم مدرس فرادرس در خدمت شما هستم برای ارائه مباحث مرتبط با این موضوع و امیدوارم که این دوره به ارتقای آموزش و مهارت شما در این حوزه کمک بکنه بریم ببینیم نحوه استخدام و جذب اعضای هیئت علمی به چه ترتیب هستش معمولا استخدام اعضای هیئت علمی به چند طریق انجام میشه که روشی که فعلا و در حال حاضر وزارت علوم در نظر گرفته استخدام به صورت پیمانی هست ولی قبلا هم نوع استخدام به صورت جذب رسمی از طریق آزمایشی و استخدام رسمی به صورت قطعی رو داشته ولی همونطور که خدمتون گفتم در حال حاضر به صورت پیمانی هستش یک سری شروطی برای جذب هیئت علمی لازمه که حتما داشته باشید این شروط به دو دسته اختصاصی و عمومی تقسیم بندی میشه شرایط عمومی به این ترتیب هستش که حداقل مدرک تحصیلی باید کارشناسی ارشد باشه یا دکتری حرفه‌ای در گروه پزشکی یا اینکه سطح سه حوزوی باشه حتما باید تابع ایران باشید به دین اسلام تدین داشته باشید یا یکی از ادیان رسمی که در قانون اساسی کشور هم درج شده. موضوع اعتقاد و التزام عملی به نظام و قانون اساسی کشور از شرایط دیگه ای هست. علاوه بر این استخدام در ارگانهای دولتی باعث محرومیت از استخدام به عنوان هیئت علمی میشه نباید به مواد مخدر روانگردان ها و دخانیات اعتیاد داشته باشید حتما باید دارای سلامت روحی و جسمی باشید کارت پایان خدمت خیلی مهمه یا مدرک معافیت قانونی از دوره سربازی که حتما باید این موضوع رو مورد توجه قرار بدید و اینکه هیچ سابقه عضویت یا, یا وابستگی هم به گروه های سیاسی نباید وجود داشته باشه علاوه بر این حداکثر سنی که برای دارندگان مدرک تحصیلی ارشد در نظر گرفته میشه سی ساله که این سی سال هم متعلق به دارندگان مدرک دکتری حرفهای گروه پزشکی و سطح سه حوزوی هم هست و سنی که برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزوی در نظر گرفته شده 45 ساله نباید سابقه کیفری وجود داشته باشه عدم اشتهار به فسق و فجور و یا یک سری اعمال و رفتارهایی که ممکنه که خلاف اخلاق و شعون اسلامی باشه رو نباید داشته باشید شروط عمومی رو گفتیم حالا ذکر میکنیم شروط اختصاصی رو که حتما خدمتون توضیح دادم گفتم که باید مدرک تحصیلی دکتری یا سطح چهاره حوزوی رو داشته باشید برای کلیه رشته های دانشگاهی غیر از گروه پزشکی توی گروه پزشکی باید حتما یک درجه تخصصی یا گواهینامه تخصصی وجود داشته باشه برای داوطلبانی که میخوان در مرتبه استادیار استخدام بشن علاوه بر این میتونید مدرک کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزوی داشته باشید و در حوزه پزشکی هم یک درجه دکتری حرفه‌ای برای متقاضیانی که میخوان در مرتبه مربی باشن از شروط اختصاصی هست. یک سری موقعیت های شغلی وجود داره که معمولا اعضای هیئت علمی مورد تقاضاشون هست. مثلا برای استادیاری لازمه که حتما مدرک تخصصی دکتری باشه. یا اینکه یک درجه یا گواهی نامه تخصصی در رشته های علوم پزشکی وجود داشته باشه در حوزه مربی حداقل مدرکی که مورد نیاز هست کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزویه و باید حتما یک درجه دکتری ای برای رشته های گروه پزشکی داشته باشید علاوه بر این یک سری شرایط اختصاصی لازم هست از جمله اینکه تسلط کامل به زبان خارجی اینکه حداقل شروطی که برای معدل هست رو داشته باشید که خدمتون توضیح میدم شرایطتون حتما باید با اون رشته ای که اعلام شده مطابقت داشته باشه و حتما اگر که سهمیه ای دارید و میخواد از این سهمیه در جز استفاده بکنید حتما باید مدارکی که در این خصوص لازم هست رو ارائه بکنید و اینکه باید شرایط سنی این موضوعات رو که خدمتون توضیح دادم داشته باشید و حد اکثر هم سه استان و رشته‌ای که اونجا وجود داره توی دانشگاه‌های مختلف رو به عنوان اولویت قرار بدید. حداقل معدلی که لازم هست برای مقطع کارشناسی 14 برای کارشناسی ارشد و دکتری حرفه 16 برای مقطع دکتری تخصصی 17 این شروط معدل هست که معمولا در نظر گرفته میشه که طبق مصوبه ای که مرکز جذب اعضای هیئت علمی داره اگر که افرادی هستند که این حد را رو ندارند و دارای کسر معدل هستند تعداد مقالاتی که منتشر کردن بعد از اینکه توی جلسه تجد نظر بررسی شد میتونه جبران کننده کسر معدل اونها باشه اشاره کنم به مرتبه اعضای هیئت علمی که چند به چند دسته تقسیم بندی میشن مربی تحقیقاتی یا مربی آموزشیار یار رو داریم علاوه بر این بعد از این مرحله استادیار پژوهشی آموزشی محسوب میشه مرتبه بعد از استادیار دانشیار هست و در نهایت هم استاد تمام که به استاد پژوهشی آموزشی نامیده میشه یا معروف هست یه سری مدارکی که در این خصوص لازمه از جمله اینکه شما باید تصویر کلی صفحات شناسنامه و کارت ملی رو ارائه بکنید تصاویر مربوط به مدارک تحصیلی و ریز نمرات به ویژه مقالات و فعالیت های پژوهشی که انجام دادید و برای آقایان هم که حتما ارائه مدرک پایان خدمت جزو الزامات هست که ما توصیه کنیم تمامی این تصاویر رو قبل از ورود به سامانه و ثبت نام در یک فایل همراه داشته باشید که به راحتی بتونید در موقع ثبت نام از این مدارک استفاده بکنید. در این قسمت در نظر داریم به مراحل ثبت نام اشاره بکنیم. مراحل ثبت نام و شرکت در فراخوان به این ترتیب هستش که ابتدا باید به سامانه ی مرکز جذب وزارت علوم وارد بشید، گزینه ثبت نام متقاضیان جذب هیئت علمی رو انتخاب بکنید، در نهایت وارد کنین اطلاعاتی که مربوط هستش به نام کاربری و رمز عبور رزومه و سوابق فعالیت های پژوهشی و اجرایی و مواردی که مورد درخواست وزارت علوم هست رو باید تکمیل بکنید و در نهایت هم میتونین از اعلام نیاز دانشگاه ها و مرکز آموزش عالی مطلع بشید و اولویت هاتون رو بر این اساس انتخاب بکنید و در نهایت هم وچه ها هزینه سفت نام رو پرداخت بکنید بریم ببینیم نحوه ثبت نام در سامانه چگونه هست. شما باید توی گوگل سرچ بکنید سامانه جامعه جذب اعضای هیئت علمی که معروف هست به سامانه مهر رضوی. اگر قبلا ثبت نام کردید که با همون نام کاربری و رمز عبوری که براتون پیامک شده وارد میشید. اگر نه برای ثبت نام در سامانه روی این گزینه کلیک میکنید شماره تلفن همراه که به نام خود شما هست از شما درخواست میشه طبق این شماره یک کدی برای شما ارسال میشه توی این مرحله باید کد ملی، سریال پشت کارت ملی، تاریخ تولد، کد فعال سازی که ارسال شده به تلفن و پست الکترونیک رو وارد بکنید و در نهایت یک رمز عبوری رو براش تعریف بکنید و گزینه ثبت نام رو کلیک بکنید. در نهایت میتونید با استفاده از نام کاربری و رمز عبوری که براتون پیامک شده وارد سامانه شید. اگر احیانا هم نسبت به فراموشی اون رمز اقدام کرده باشید میتونید این گزینه رو کلیک کنید شماره همراه نام کاربری که همون کد ملی شما هست رو بزنید و رمز عبورتون رو بازیابی بکنید و در نهایت اون نام کاربری و رمزی که متعلق به شماست رو در این قسمت وارد کنید. خب بعد از اینکه وارد سامانه شدید یه همچی صفحه ای براتون باز میشه توی صفحه اصلی چهار تا باکس هست مرتبط به درخواست هایی که خدمتون توضیح میدم و در قسمت سمت راست هم یک سری باکس هایی هست که مربوط به اطلاعات و فعالیت های پژوهشی شما هست و یک سری پیام و جلسات مجازی که باید داشته باشید. بریم روی گزینه ثبت درخواست کلیک بکنیم ببینیم تو این قسمت باید چه کارهایی انجام بدیم تو این موضوع هر نوع درخواستی که داشتید از جمله تبدیل وضعیت هیئت امنا هیئت مؤسس که به ترتیب در اینجا ذکر شده رو کلیک میکنید و درخواستهایی که مرتبط با این موضوع هست رو ارائه میکنید در قسمت باکس قرمز شما میتونید در فراخان شرکت بکنید اما شرکت در فراخان مشروط به تکمیل اطلاعاتی هست که در رزومه من درج شده که این اطلاعات در همین باکس بغل هم مشخصه یعنی شما هم میتونید از رزومه من اطلاعات رو تکمیل کنید هم از طریق باکس بغلی نسبت به این موضوعات اقدام بکنید یه سری اطلاعات شخصی از شما میخوان از جمله اطلاعات هویتی، امضا، محل سکونت، اطلاعات مربوط به همسره که باید تکمیل بکنید. در کنار این روی گزینه مستندات که کلیک کنید، اطلاعات تحصیلی، پژوهشی، سوابق، نحوه انتخاب سهمی و احکام کارگزینی رو از این طریق باید ارائه کنید. در قسمت اطلاعات تحصیلی، اطلاعات دانشگاهی، حوزوی و خبرگان بدون مدرک رو باید وارد بکنید. در قسمت اطلاعات پژوهشی اطلاعاتی که مرتبط با مقاله چه در مجله و کنفرانس ها هست به ویژه کتاب طرح پژوهشی اختراع و ابدا رو در این خصوص باید وارد بکنید و در بخش مربوط به سوابق هم اشاره باید داشته باشید به سوابق اجرایی فرهنگی و اجتماعی و آموزشی و در نهایت هم که سایر اطلاعات که مرتبط با توصیه نامه رزومه علمی و افتخارات هستش رو در این قسمت وارد میکنه. علاوه بر این یه باکسی وجود داره مرتبط هست با اطلاعات معرفان که اینها رو در قسمت مربوط به خودش کامل توضیح میدم خدمتون. پس تاکید کردم که از بخش رزومه من هم میتونین اطلاعات رو کامل بکنید. یک قسمتی داره مرتبط با مرکز پیام که شما میتونید درخواست جدیدی اگر که دارید در این قسمت عنوان پیام و موضوعش رو انتخاب کنید و متنی که مورد نظرتون رو وارد کنید. برای پیگیری درخواستاتون هم لازمه که اگر درخواستی ارائه کردید تو این موضوع وضعیتش رو و تاریخی که ثبت کردید رو در این قسمت مشاهده بکنید. در نهایت هم شما میتونید وضعیت درخواستاتون رو از این باکسی که در بالای صفحه وجود داره در قسمت تیکت ها مشاهده بکنید. قسمت دیگه ای وجود داره با عنوان پیام های من که شما پیام هایی که براتون حالا چه وزارت علوم چه دانشگاه هایی که دارن پرونده شما رو بررسی میکنن در این قسمت میتونید مشاهده کنید که یک باکس دیگه ای که شبیه پاکت نامه هم هست در بالای صفحه اصل قرار داره مربوط به اطلاعیه ها هست که در این قسمت نمایش داده میشه. اطلاعی ها رو میتونید در آخر صفحه اصلی هم مشاهده بکنید که وضعیت رو در این قسمت نمایش داده. باکس بعدی مربوط هست به جلسات مجازی که اگر براتون تعریف شده باشه در این قسمت نمایش داده میشه. در قسمت راهنما هم به راحتی میتونید ویدیوهای آموزشی یا فایل راهنمایی که وجود دارن رو در این قسمت مشاهده بکنید. در نهایت هم میتونید وضعیت آخرین درخواستایی که ارائه کردید رو در انتهای صفحه اصلی مشاهده کنید و ببینید که وضعیت هر کدوم از پرونده ها و اولویت هایی که انتخاب کردید در چه مرحله هستش.